بینش تقلیدگرایانه جنسیتی در اسلام نسبت به زن یکی از پایه‌های هویتی حاکمیت‌های دینی منسوب به اسلام است. حاکمیت برای تضمین کردن ادامه حیات خود در بعد ایدئولوژیکی همواره این دیدگاه را باز تولید کرده و بر آن پافشاری می‌کند. از سوی دیگر به منظور اعمال و تحمیل آن از ابزارهایی که ابراز این هویت است استفاده می‌کند. حجاب یکی از ابزارهای اعمال این هویت پر از تبعیض واپسگرایانه است که با خشونت تحمیل بر زنان می‌شود. آیا قتل مهسا یا ژینا امینی برای تضمین هویت حاکمیت بود؟ هویتی که همواره خود را از جانب حضور، مقاومت و قدرت جنسیت زن در خطر می‌بیند. اعتراضات مردم کردستان در اعتراض به قتل مهسا چه ابعادی را دارد و ریشه در کدام سنت‌های مبارزاتی دارد؟ در این باره امروز با دکتر شهرزاد مجاب، استاد دانشگاه تورنتو در کانادا گفتگو کردیم. دکتر شهرزاد مجاب با درجه پروفسوری، محقق، نویسنده، فعال سیاسی و استاد مطالعات بزرگسالان و زنان و مدیر مطالعات برابری در دانشگاه تورنتو و مدیر سابق دیپارتمان زنان و جنسیت است. کتاب‌ها و مقالات متعددی از دکتر شهرزاد مجاب در زمینه تأثیرات جنگ، جابجایی و خشونت بر آموزش و یادگیری زنان، جنسیت، دولت، مهاجرت و رویکرد ضد نژادپرستی و مارکسیسم و فمینیستی در تعلیم و تربیت و زنان انقلاب در خاورمیانه منتشر شده است که برخی از آنها به زبانهای کردی، ترکی، فارسی، عربی، آلمانی، فرانسوی و سوئدی ترجمه شده است. دکتر شهرزاد مجاب، سلام عرض می کنم و بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا را پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید. مسلماً حاکمیت هیچ وقت فکر نمی کرد که قتل مهسا یا ژینا امینی به یک قیام و خیزش گسترده‌ای در بسیاری شهرها مبدل بشه و مردم به ویژه در کردستان حتی ابتکار عمل رو نیز فراتر از فراخوان نیروهای سیاسی قرار دادن و علی‌رغم جواب مثبت به اعتصاب عمومی دوباره به خیابان‌ها بازگشتن. چی فکر می‌کنی در این مورد تا جایی که دنبال کردی؟ سلام به شما و شنوندگانتون و ممنونم از این فرصتی که دادین. قبل از هر چیز هم همدل هستم و شریک غم جانکاه خانواده امینی هم، مردم کردستان و زنان و مردان آزادی خواه ایران. قتل مهسا ژینا امینی یک شوک بزرگ بود و وحشت بزرگی که باور نکردنی، ولی در این حال بعد از یک لحظه نفس کشیدن متوجه میشیم که ادامه یک سیاست‌های بزرگی هست که این رژیم در 40 سال گذشته برپا کرده و ادامه میده، اما الان امروز به یه سطح نظام بند و متشکل سیاسی امنیتی ایدئولوژیک شده. در نتیجه هم عکس العمل مردم از نفس افتاده و جان به لب شده کردستان و ایران هم بی خود نیست که یک پاسخ چنینی به این رژیم میدن. حضورشون در خیابان‌ها، روسری رو برداشتن، منع کردن کسانی که میخوان نماز میت سر جنازه و قبر این زن جوان بخونن، یعنی خشم واقعی مردم رو نشون میده و این همه همدلی، همپایی سازمان‌ها، تشکلات مدنی، تشکلات کارگری برای پیوستن به این خیزش بسیار مهم هست و بسیار جای خودش رو داره، از کانون نویسندگان گرفته تا مثلا شرکت واحد، سندیکای شرکت واحد و تمام سازمان‌های معلمین مثلا شهرهای سقز، سنندج، مریوان که اعلام همدردی و انزجار و نفرت خودشون رو از این رژیم زنستیز فاشیستی اسلامی ابراز میکنن. اینها واقعا سطح
مبارزاتی و خیزش مردم رو به یک جای دیگه‌ای برده، کیفیتاً در جای دیگه‌ای قرار داده که بسیار مهم است. من بذارین این رو براتون بگم که به همکاریم داشتم توضیح میدادم که چه اتفاقی در ایران افتاده، با تعجب گفت که واو، یعنی میخواید بگی که مهسا میتونه جورج فلوید ایران باشه؟ گفتم دقیقا همینطور هست و فقط تنها چیزی که ما احتیاج داریم اینه که از خانه بین المللی هم به این جنبش و به این خیزش و به این تلاش مردم ایران و خفقان مردم ایران از این رژیم بپیوندن و بفهمن که چه اتفاقی داره میفته در ایران و ارتباطهای بزرگتر کشتن یک زن جوان رو با مسائل بزرگتر سیاسی داخلی و بیرونی و خارجی ببینن اینها رو. اگه اجازه بدین دکتر مجاب، در یکی دو سوال به جوانب فکری ایدئولوژیکی و جایگاه حجاب در حاکمیت اسلامی ایران بپردازیم و بعد به مسئله و تبعات اون در رابطه با قتل مهسا ژینا امینی بپردازیم. به نظر شما حجاب چه جایگاهی رو در هژمونی حاکمیت اسلامی داره؟ ببینین، از 44 سال پیش که قانون حجاب اجباری توسط خمینی تاریک نظر و اعلام شد، این یک نوع هویت به اصطلاح سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک رو برای این رژیم رقم زد، به این معنی که کنترل پوشش زن و حق انتخاب رو از زن گرفتن خیلی فراتر و گسترده تر از زن هست و پوششش هست. باعث شد که این فرمان پایه های کنترل فکر انتقادی، اندیشه علمی در مقابل خرافات، در مقابل مذهب اسلام و منع آزادی های فردی و منع تجمعات، تمام اینها رو پایه اینها در این فرمان حجاب اجباری است. یعنی در این حالی که هویت جمهوری اسلامی رو پوشش زنان از یک طرف تعیین کرد و زن مسلمان بودن و مادر مسلمان بودن شد بخشی از هویت این رژیم، از طرف دیگه پایه‌های سرکوب تمام آزادی‌های اجتماعی و فردی رو بنیان گذاشت و در نتیجه کنترل زن، کنترل بدن زن وارد مسئله کنترل روابط جنسیتی شد، مسئله سقط جنین، منع کردن سقط جنین و به حدی که رژیمی درست شد و نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی درست شد که من مثل سایر محققین و کسانی که در مورد موقعیت زنان در ایران کار میکنن، نه همه، عده‌ای به این نظریه رسیدیم که رژیمی که در ایران برقرار شده یک رژیم آپارتاید جنسی هست، به این معنی که تمام روابط انسانی، جنسیتی در عموم، در اماکن عمومی، در مدارس، در محیط کار، تمام اینها رو بر اساس جنسیت زن و مرد تقسیم کرده. این آپارتاید جنسی قوانینش رو از قوانین شریعت میگیره و 44 سال هست که این قوانین پیاده شده. بنابراین حجاب، در مورد حجاب اجباری، هژمونی دولت هست، نه تنها بر حق زن به پوشش، بلکه بر تمام جوانب زندگی مردم ایران. و این رو ما باید اینطوری در نظر بگیریم که خود مبارزه هم با حجاب اجباری تبدیل شده که در ضمن بگم که یک لحظه در 44 سال این مبارزه از پا
نایستاده، باید این رو هم، این مبارزه رو به عنوان مبارزه گسترده تر زنان و مردان ایران علیه سرکوب آزادی ها ببینیم، علیه اینی که از روز اولی که زنان به خیابان ها ریختن و فریاد اعتراض بلند کردن تا به امروز این مبارزه ادامه داشته و همینطور که میبینین در هر زمینه دستاوردهای کوتاهی هم داشته، مثلا ورود به استادیوم های ورزشی، اما در همه زمینه های زندگی اختناق خودش رو و سرکوب سیاسی ایدئولوژیک اسلامی خودش رو ادامه داده. اما نکته ای که مهمه این هست که در چند سال اخیر مخصوصا کیفیت دیگه‌ای پیدا کرده، به این معنی که سرکوب تا حد مرگ، یعنی کشتن به این معنی که این ساختار نظام مند سیاسی امنیتی چنان بزرگ و گسترده شده که الان دستش بازه. یک نوع چیزی که من بهش میگم که ماشینری، مثل یک سیستم عظیم فکر شده ترور و خفقان ایجاد کرده که به نوعی گشتاپوهای این گشت ارشاد اسلامی آدم رو یاد گشتاپوهای ناتسیزم میندازه. بنابراین از این نظر که واقعا در مورد هژمونی این رژیم به عنوان یک قدرت سیاسی ایدئولوژیک پر از سرکوب و خشونت واقعا همین هست. ماهیت یک درست کردن یک دولت تئوکراتیک به معنی یک دولت دینمدار، بخش زیادش از همین این درست کردن نظام آپارتاید جنسی میاد که خود همین هم همینطور که گفتم یک نوع ضدیت داره با تفکر انتقادی، یک نوع تلاش میکنه برای گسترش خرافات، زن ستیزی رو گسترش میده، مرد پدر سالاری مذهبی رو گسترش میده و بعد تمام اینها باعث میشه که یک نوع جهل سازمان یافته هم درست میکنه که حجاب میتونه، حجاب اجباری یه چیزه، یه ظهور نمادین تمام این ساختاریه که ما درش، یعنی در موردش صحبت میکنیم. پس میشه گفت که حجاب بر به عنوان یک ابزار کاربرد سرکوب و کاربرد اعمال یا تعیین هویت رو برای حاکمیت داره؟ بدون شک از روز اول هم همین نقش رو داشته، تا الان هم همین نقش رو داره بازی میکنه و به همین دلیل هم هست که این همه اعتراض و این همه مقاومت در برابر حجاب اجباری هست. و بنابراین قتل ژینای مهسا امینی رو اگه در این چارچوب تحلیلی بررسی بکنیم، میشه گفت که حاکمیت با قتل مهسا امینی و سایر زنان که تا به حال در رابطه با مسئله حجاب و همچنین مقید کردن و اعمال خشونت و تحلیل اونها به شهروند درجه دو، از هویت خودش داره دفاع میکنه؟ حتما این کار رو داره میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه قتل مهسا یا ژینا و حتی شکنجه و اعترافات اجباری گرفتن چند ماه پیش از سپیده رشنو، اینها مهساها و رشنوها، این سرکوبها، اینا ضرورت برای رژیم مرد پدر سالار فاشیستی اسلامی، ضرورت برای اینکه اگر نکنه اعمال قدرت سیاسی ایدئولوژیک خودش رو نمیتونه انجام بده. و این ضرورت هم خیلی زود تشخیص داد از همون اول که باید این کار انجام بشه. از این نظر از طریق برگرفتن حق پوشش از زنان به سرکوب گسترده اینا پرداخت
و این حجاب اجباری تبدیل شد به یک نماد مقاومت و برداشت، یعنی مبارزه علیه این حجاب اجباری خودش تبدیل شده به یک نماد مهم مبارزاتی و مقاومت علیه این رژیم. یعنی این ضرورت رژیم هست که این کار رو میکنه، ضرورت ماهیت این رژیم هست که باید این کار رو بکنه. و من این رو هم بگم، همین که این نکته ای که میگم که به حتی از این ضرورتی که به سرکوب، اختناق و آزادی های فکری، آزادی های انتقادی اندیشه هم میپردازه، به همین دلیله. مگر قتل بکتاش و آبتین از کجا میاد؟ مگر قتل هایی که در چند سال اخیر در همه جا ما میبینیم اتفاق افتاده از کجا میاد؟ و از نوع قتل های فردی که ما میبینیم هست و اینی که تا کشتار مثلا سرنگون کردن هواپیما و کشتاری که از خانواده های بیگناه مردم ایران داره انجام میشه. فکر میکنین زندانیان سیاسی از کجا میاد؟ چرا باید این همه زندانی سیاسی در ایران باشه؟ زندانی سیاسی یعنی چی؟ یعنی اینی که مقابله کردن با و مخالفت کردن با قوانین سرکوبگر اختناقی که در تفکر و آزادی‌های فردی ایجاد میشه. اینا همه از اینا به هم دیگه ربط داره. و رژیم در طی اینی که میگم از نظر کیفیتی هم این نوع سر کار رژیم فرق کرده، در اینجاست که نهادینه کردن و سازماندهی امنیتی کردنش الان در یه جایی قرار گرفته که دستگاه عریض و طویل امنیتی برای خودش درست کرده. گشت ارشاد از کجا میاد؟ و یکی از مهمترین دستاوردهای مرگ نابهنگام مهسا در همین افشای این دستگاه عریض و طویل امنیتی هست، که مردم متوجه شدن که این دستگاه فقط یک گشت ارشاد خیابان نیست، یه سیستم فکری ایدئولوژیک گسترده‌ای هست که با هزینه بزرگی داره انجام میشه و سازمان‌های مختلف در درونش اعمال نفوذ میکنن و در جاهای مختلف شکل‌های مختلف کارهای خفقان آوری رو انجام میده. خرج اینها از کجا میاد؟ این رژیم و این دولت، این سیستم هایرارشی بزرگ امنیتی سیاسی رو درست کرده که تمام هزینه اون رو هم از سفره خالی مردم ایران دارن میپردازن. اسلحه های اینا از کجا میاد؟ همین سیستم فکری و این رژیم هست که در درون ایران این جنگ رو علیه آزاد اندیشی، آزاد فکری، علیه آزادی خواهی مردم ایران به راه انداخته و همین رژیمی هم هست که در تمام منطقه جنگ افروزی های امپریالیستی نوع خودش رو داره انجام میده. اینها به همدیگه ربط دارن. ما باید مرگ مهسا رو به حتی ترور و سوء قصدی که به سلمان رشدی شد ربط بدیم. از یک دیدگاه تفکر عقب مونده تاریک اندیش و مرتجع اسلامی این رژیم میاد. یعنی مردم ایران الان دارن از قتل مهساها و زندانیان و خواست و بیان آزادی زندانیان سیاسی، حق اجتماعات، حق داشتن زندگی راحت دارن به این نتایج میرسن. این سیستم رو خیلی خوب دارن میبینن.
و داریم میبینیم که چرا مردم کردستان اینطور جواب میدن. دکتر مجاب اتفاقا اجازه بدید شما به کردستان اشاره کردین، مبارزات مردم کردستان، اعتراضات و مبارزات مردم در کردستان علیه قتل مهسا و خود اعتصاب عمومی که با اعتراضات خیابانی همراه بود، شعارها و مطالبات تا چه حدی ریشه در سنت‌های مبارزاتی و به ویژه جایگاه زن در این سنت‌های مبارزاتی داره؟ خیلی ربط داره و علتی هم که قتل مهسا اینقدر زیاد در کردستان پایه یک اعتراض اجتماعی گسترده شده و پایه اعتراض گسترده و همبستگی با مردم کردستان شده، ربط داره به این تاریخ مبارزاتی، ربط داره به 40 و چند سال سرکوب مردم کرد، فقر و محرومیتی که درست کردن، تبعیضات ملی که ملی علیه مردم کردستان درست کردن. اینها مردم خیلی خوب این ربط دارن میبینن. من دارم برای شما این نکته رو که ربط ها رو به همدیگه ببینیم توضیح میدم، در حالی که مردم ایران و مردم کردستان در صحن خیابان و کوچه و هر جایی که هستن این ارتباط را تو به خوبی دارن میبینن. به خاطر همین هم که هست که ابراز این خشم و انزجار نسبت به این رژیم، نسبت به این دینگرایی این رژیم، نسبت به نظام پلیسی امنیتی این رژیم رو دارن بیان میکنن. به خاطر همین هم هست که این واقعه کرد بودن مهسا و نقشی که خانواده کرد مهسا در ابراز و عمومی کردن این فاجعه بازی کردن بسیار مهم بوده و خیلی خیلی مؤثر بوده در مورد اینی که این اعتراضات گسترده بشه. درسته زنان در زنان کردستان در مبارزات از سالهای اول انقلاب شرکت داشتن، در چند سال اخیر هم به هر نوعی که بوده مبارزات مدنی خودشون رو در سازمانهای زنان، در اعتراضاتشون، در کارهای هنری که کردن، در تولید سینما، در تولید فیلم، در تولید نشریات، یعنی ما با یک قشر زنان روشن فکر مبارز کرد روبرو هستیم که دارن، یعنی این نوع جلوی این رژیم ایستاده هن بعد و دارن مبارزه میکنن و این خیلی مهم هست. از طرف دیگه هم باید متوجه این هم باشیم که همبستگی با خیزش مردم کردستان بسیار مهم هست و نه تنها در مورد الان قتل مهساها، ولی اصولا ما نباید فراموش کنیم، امروز هم باید به یاد بیاریم که هنوز زینت جلالیان زن کردی که از 27 سالگی به جرم هواداری از گروه پژاک در زندان هست، قدیمی ترین و تنها زن سیاسی ایران هست که اولا حکم حبس ابد گرفته و بعد از اینی که 5 سال بعد از اینی که 15 سال در زندان بود تازه در سال 1386 به حبس ابد تبدیل شد. ابتدا حکم اعدام گرفت بعد به حبس ابد تبدیل یافت. دقیقاً. مدام در سلول انفرادی قرار داره، شلاق میخوره، مادرش تنها کسی هست که صدای این زینت جلالیان هست. چرا با زنان کرد این رفتار میشه؟ برای اینکه ترس و رعب و وحشت در نسل جوان ایجاد کنن که به خیابانها نیان و صدای اعتراضات خودشون رو بلند نکنن. دکتر شهرزاده مجاب بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادیم. مسلماً موضوع بحث بسیار گسترده‌ای هستش ولی با وقت کمی که ما داریم متاسفانه بایستی گفتگو رو به پایان ببرم. بار دیگر بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما و تلاشتون برای اینی که این بحث ادامه پیدا بکنه. خیلی خیلی متشکرم.